بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که صحتمند باشین. دوستان عزیز، تیم رسا اینفو این ویدیو را که فعلا دوبله می کنیم، از چندین سال قبل از کتاب حال چندین میلیون نفر این ویدیو را در سوشیل میدیا دیده است. این زمان بود که دکتر صاحب ذاکر نایک در یک پروگرام تلویزیونی با دیگر عالمان دین و در مقابل شاروخان و کرن جوهر و بعض افراد مشهور دیگر هم حضور داشتند اونجا و گفتگوی خاص درباره اسلام و دیگر مذاهب داشتند. جالبترین صحنه ای برنامه ای بود که گفتگوی شدید بین دکتر صاحب ذاکر نایک و شاروخان، هنرپیشه مشهور بالیوود هندوستان، شدت گرفت. به همین خاطر بسیار از مسلمانان جهان این ویدیو را به شدت تماشا کردند. بیاین چند قسمت از این پروگرام را ببینیم که در اصل آقای دکتر ذاکر نایک با شاروخان چه گفتگویی داشتند در این برنامه. در این پروگرام تلویزیونی میزبانی برنامه که برکت آت بود و یک سوال بسیار جالب کردند که گفتند که برای مسلمان بودن باید فقط از دل باید مسلمان باشیم یا ای که از لحاظ ظاهری همچنان باید مسلمان باشیم، مثلا کلا بپوشیم، ریش بانیم، لباسهای مسلمانی بپوشیم. و در این شو تلویزیونی برکت آت که میزبانی برنامه است، یک راز بزرگی از سینمای بالیوود را برملا ساخت که اونا فقط که در پشت صحنه بعضی هنر مندا و هنرپیشه ها هسته که خود را اصلا به هیچ دین مربوط نمیتن و وقتی که نزد یکان عالمان دین میاند و روی تلویزیون میگن من مسلمان هستم از دل. گفته های میزبانی برنامه ای بود که بعضی از دوستای ما هستند که خود مسلمان میگیرند و از لحاظ ظاهری اصلا هیچ چیز شباهت به مسلمان ندارند، نه کلا میپوشند و نه لباس های مسلمانی، و این نوع کسا از لحاظ اسلام چگونه باید باشند؟ ببینیم که دکتر صاحب ذاکر نایک در این مورد چی گفته و گفتگویی که بین شاروخان و دکتر صاحب ذاکر نایک شده چی است. Remember what Shahrukh said, and I know a lot of my friends say this, that and all of us, no matter what faith we come in, we interpret our faiths differently. We take away some things, we don't do some things. Does that make us any less of Hindus, Muslims, Christians? No. دکتر صاحب ذاکر نایک گفتند که برای یک مسلمان بودن واقعی باید ظاهرا هم باید شباهت به مسلمان داشته باشیم. و در این میان کبیرخان سخنان خودش شروع کرد، گفت که یادتان باشه که کبیرخان هم یک مسلمان واقعی است. کبیرخان هم در مقابل سخنان دکتر صاحب ذاکر نایک مخالفت نشان داد و گفت که به خاطر مسلمان بودن واقعی ظاهرا نباید در هر جای خود ما مسلمان نوشته کنیم و این کیفیت مسلمان بودن ما را از بین میبرد. و نظر دکتر ذاکر نایک برعکس بود. Proud Muslim as anybody else on this podium, but I don't have to wear it on my sleeve, and I think that's too narrow a definition of Islam. و در این پروگرام بعضی گفتگوهای دیگه هم شد که بعضی از مسلمان ها هست که به خاطر مشهور شدنشان و به خاطر اینکه موقف خود از سینما و از اینا از دست ندن، نام خود تغییر میدن. مثلا یکی از هنرپیشه ها نامش یوسف خان بود و او را نام خود تبدیل کرد و نام یک هندو را سر خود ماند. و در این موقع میزبان برنامه از شاروخان پرسید که شما هم نامتان خو نام مسلمانی است و خودتان هم ماشاءالله مسلمان هستین، تو شما تا به حال چرا نامتان را تغییر ندادین به خاطر مشهور شدن و به خاطر اینکه شهرتتان از دست ندین؟ و در پاسخ شاروخان بسیار بخنده گفت که ما بعض اوقات میخواهیم که نام یک شکمار را سر خود بانم. و حالا این موضوع برعکس شد، به خاطر که علاقمندان زیاده دارن شاروخان و اونا در آخر نام خود خان اضافه میکنند و به خاطر که یک شباهت به نام شاروخان داشته باشد و یک مشهور باشد، یک انسان مشهور باشد، در آخر نام خود خان اضافه میکنند که مثل شاروخان باشند. و این در حالی بود که او زمان مسلمان ها قصد داشتند که نام خود به هندو تبدیل کنند، به نام های هندو، تا ای که شهرتشان از دست ندهند. ولی حالا برعکس شد و این موضوع کاملا تغییر کرد. Shahrukh is an amazing example of a Muslim who is now the Badshah of Bollywood with a Muslim name. He didn't have to change his name. So something has happened. Would you have ever changed your name? To Akshay Kumar, yes. I would never change my name. Now the reverse is happening. Balka. I know of boys who come from small towns, want to become actors. They change the name to Khan because they think that's the badge of honor. That's the way to go. و میزبان برنامه از شاروخان خواست که شما هم گفتنی های خودش شروع بکنید و همو زمان بود که اختلافات بین دکتر صاحب ذاکر نایک و شاروخان پیدا شد. و شاروخان بسیار با صراحت گفت که من واقعا یک مسلمان واقعی هستم و به خاطر مسلمان بودن واقعی فقط از دل مهم است، از ته دل. و شاروخان در این موقع یک اصطلاح بسیار جالب را استفاده کرد که گفتن کسایی که از دل مسلمان نیستند و فقط نام مسلمان را سر خود میمانند،
او اصلا مسلمان واقعی بوده نمیتونند. مسلمان بودن فقط در نام نیست که نامت فقط نام مسلمانی را سردبان و هر کاری که دلت شد انجام بده و یعنی هیچ عمل نداشته باشی. Just want to say one thing that you know I just want to know very clearly, and I'm a Muslim and I want to know, is it more important for me to look Muslim and see Muslim or to feel Muslim? I fully respect the scriptures, I fully respect all the hadiths, I have read the Quran in my own way, in Arabic and in English, but I think its time has come, and this genuinely is an appeal, that it is more important to feel Muslim, to than feel to look Hindu, it. Than to look it, and if you do, I mean if you do, it's absolutely cool, and if you don't, it's absolutely cool. شاروخان در گفتگوی خود گفت که من قرآن شریف را میفهمم، مطالعه میکنم، میخوانم و ترجمه‌اش هم میخوانم و از نظر من به خاطر مسلمان بودن ظاهرا هیچ ضرورت نیست که باید کلاه بپوشی یا ریش بانی. و بازم میگه شاروخان که اگر این کارا را بکنین خب بازم مشکل نیست، یعنی خوب است، و اگر نکنی هم به نظر من که خوب است، یعنی کلاه پوشیدن، ریش ماندن، این موضوعات مشکل ندارد. So you cannot say liberal Muslim or a moderate Muslim. You can say practicing Muslim or partly practicing or non-practicing. Correct. You know, and to understand Islam. و دکتر صاحب زاکر نایک در پاسخ گفت که در بین مسلمان ها چند رقم مسلمان وجود دارد. بعضی ها هستند که فقط گوش میکنند و عمل نمیکنند. بعضی ها مکمل عمل میکنند و بعضی ها که هستند، بعض مسلمان ها که هستند کمتر عمل میکنند. یعنی به سه کتگوری تقسیم میشه و تو باید همی اصطلاح را باید استفاده میکردیم. و بعد از او دکتر صاحب زاکر نایک فرمودند که به خاطر مسلمان بودن شرط اول باید عمل کردن به قوانین اسلام است و بعدا ظاهر انسان است که چگونه خود را به چارچوب یک مسلمان آماده میسازد و بعد از این هم ضرور است که خود را ظاهرا به یک مسلمان شباهت بدهیم. If to practice Muslim, number one, yes. Appearing is important but lower down. I'm not saying appearing is the most important. For a person to practice Islam is more important. Beard comes lower down. Beard is not in the 70 major sins that there. It's not there. But you know what about what Kabir is saying, and we. و دکتر صاحب زاکر نایکی را هم گفت که به خاطر ریش ماندن ما هیچ گناهی نکردیم و در دین اسلام بالاترین و قوی ترین گناه هم نیست که باید ریش خود بزنیم، مگر ریش ماندن یک کار خوب است. و بعدا میزبان برنامه مسلمانان را بسیار یک مردم خوب دانست و در ادامه یک قصه بسیار دلچسب و واقعی را قصه کردند که بسیار یک داستان خوب دارد. یکی از شاگردان مکتب بود که یکی از روزها اونا را منع کرد که باید ریشت بزنی و دوباره بیایی و در برابرش شاگرد مکتب گفت که من میتونم مکتب را ترک کنم اما نمیتونم که ریش خود بزنم. و تا کارشان به عدالت و محکمه رسید و بسیار دعواهای مختلف کردند تا ای که بالاخره نتیجه محکمه ای شد که هیچ مکتب و هیچ کس حق ندارد در ریش مسلمان ها که اونا را منع کند. و بعد این شاگرد بسیار با افتخار به درسای خود ادامه داد و ریش خود هیچ وقت نزد. خب دوستان عزیز، بسیار یک داستان خوب بود و یک تجربه بسیار خوب بود که کسی که به خاطر ریش خود میتونه تا محکمه برود، پس ریش ماندن هیچ عیبی ندارد و این بسیار یک کار نیک و خوب است. What Kabir is saying, and there was a story of a young boy whom I interviewed who studies in a convent school in Madhya Pradesh, and he's a poor boy, and the school rules wouldn't allow him to wear a beard. He went all the way to the Supreme Court to say, I must be allowed to keep my beard, otherwise I prefer not to study. And he actually dropped out of school for a while because of that. The Supreme Court eventually ruled in his favor, and that is my next question. خب دوستای عزیز، یک برنامه بسیار جالب بود که بین مسلمان ها و هندوها ملاقات داشتن و دکتر صاحب زاکر نایک و شاروخان هم دیدار کردن و گفتگو کردن. و موضوع جالبی است که بعد از ختم برنامه به شکل تنهایی دکتر صاحب زاکر نایک با شاروخان ملاقات کرد و گفتگو کردن که چی گفتن و در مورد چی صحبت کردن. اگر شما میخواین که او برنامه را خدمت شما نشر بکنیم، حتما در کامنت بنویسید و درخواست بکنید. از تماشای برنامه جهان سپاس و فراموش نکنید که کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید.